چشم دل باز کن که جان بینی آنچه است آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه بینی دلت همان خواهد و خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بش کافی، آفتابیش در میان بینی با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا و همچنین با تشکر از جناب مهندس فرزاد مدیر تلویزیون ایرانیان کانادا و اینکه برنامه رو همراهی و کنترل کنند ارزم حضورتون که امروز یک بحث کوتاهی خواهیم داشت در مورد توانمندی ها در گذر از استبداد و رسیدن به آزادی در آستانه کشته شدن محسا امینی و آغاز انقلاب زنان زن زندگی آزادی عرض کنم حضور شما که ما باید ببینیم آیا ما توان گذر از این رژیم خودکامه را داریم یا نه و اگر داریم چرا انجام نمیشه و چرا ناتوانی ها در همه ابعاد حکومتی در کشور و همچنین ناتوانی در به هم پیوستن اپوزیسیون و همچنین ناتوانی اصلاح طلب ها در ایجاد اصلاحاتی که شعار میدادند و ناتوانی حتی ناتوانی رژیم در سرکوب ناتوانی مسئولان اقتصادی در ایجاد یک اقتصاد پیشرو و تویا پویا و توسعه اقتصاد کشور کلا اون چی که به نظر میرسه ناتوانی هاست که هم برای اپوزیسیون و هم برای نظام سلطه وجود داره و ما باید این ناتوانی ها رو مورد بررسی قرار دهیم اگر به هر کدام از وضعیت اجتماعی اقتصادی و سیاسی کشور نگاه کنیم ناتوانی و ناکارآمدی و رکود در همه زمینه های مدیریتی اجراب پایش و همه این چیزها وجود داره بسیاری از این مشکلاتی رو که شما در کشور خودمون میبینیم در همه جا مورد بحث و بررسی است انقدر الان این مسائل در تاکسی و اتوبوس و صف خرید و نمیدونم مهمانی ها و ورزشگاه ها و کلوب های تفریحی و غیره و صحبت میشه که دیگه جای شک و تردیدی نیست و حتی رژیم هم کاملا مطلع هست که این ناتوانی ها چه هست و به همین دلیل میبینید که رژیم مرتب در حال تغییر برنامه است منتها در چارچوب نظام ایدئولوژی و ناکارآمد خودشان نظام فکر میکنه مثلا آقای روحانی اگر عوض بشه به آقای رئیسی بیارن کار درست میشه ولی شما از همون دری وارد میشید که با شکست روبرو شدید نظام اقتصادی کشور فرو ریخته نظام اجتماعی در کشور از بین رفته و مهاجرت به خارج از کشور شدیداً ادامه داره و بقیه مسائل من یک ویدیویی رو دیدم از جمهوری اسلامی که از جوانان رده های اول پذیرفته شدگان کنکور سراسری است که بسیار باعث تاسف و همچنین بسیار گویاست از یک آقایی که نفر دوم کنکور سراسری بود یعنی یک نفر فقط از ایشون امتیاز بیشتری داشت پرسیدند که آیا شما که هنوز وارد دانشگاه نشدید برنامه مهاجرت دارید گفت بله یا از یک خانومی پرسیدن و اون جواب داد که که اون نفر هفتاد شیشون بود و اون گفت بله مگر کسی فکر میکنید که هست که فکر مهاجرت نداشته باشه از پدر مادرها که سوال کنید همش زن و شوهرها صحبت میکنن که باید این بچه رو بفرسیم بره هرچی امکانات دارن میفروشن و تبدیل به دلار کنیم و بلکه این بچه یا این فرزند دلبندشون نجات پیدا بکنه و از این کشور بره نخبگان المپیادهای های مختلف میبینید که همگی به خارج از کشور 95 درصد کشور رو ترک کردن در سال گذشته 8000 پزشک کشور رو ترک کردن کارگران به اصطلاح متخصص در رشته های مختلف مهندسین در رشته های مختلف پا به فرار گذاشتن و این مهاجرت سخت و سنگین رو به جان می خرند که بلکه عمری که از آنها به جا مانده بلکه صرف سازندگی و در یک روال معمول و معقول که در کشورهای متعدد وجود داره از جمله کانادا و آمریکا و اروپا و جاهای دیگه این رو میسر بسازند و این یک فاجعه ملی است یک فاجعه است همیشه ما صحبت از این خیلی کثیر خاموشان یا به اصطلاح قشر خاکستری کنیم که نشستند و اینها نشستند خون دل میخورند اقتصاد ورشکسته است در آمد خانواده از بین رفته و اینها توان حتی برخورده به مسائل اقتصادی خانواده را هم ندارند و چگونه میتونن بیان در خیابانی که خطر کور کردن چشم و جانشان و کشته شدن خودشان و عزیزانشان هست رژیم درمانده است صحبت امروز من این است که رژیم درمونده است شما تصور نکنید که این گفتارهای توی تاکسی و اتوبوس و توی همه جا که به این شکل داره منعکس میشه و در فضای مجازی سراسری در جهان منعکس است رهبران ایران ندانند اصلا رهبرانی وجود ندارند خودشان هم نمیدانند توانمندی ندارند یعنی شما فکر میکنید که برشکستگی بانک ها و دلاری که از هفت تومن به پنجاه هزار تومن رسیده و شکست اقتصادی توسعه اقتصادی همه اینها با بحران عظیمی روبروز آقای خامنه ای و امثال هم نمیفهمند قطعا می دانند ولی نمی توانند آقای خامنه ای خودش هم میداند که این چهل سال همش به این حساب که یک روز بگذره یک سال بگذره فرج خواهد بود و به دعای این دعا و اون دعا روجو کردن مملکت را اداره کردن و آنها می که کار به کجا خواهد رسید آقای خامنه ای و مسئولان تراز اول کشور می دانند که بانک ها ورشکسته است میدانند که ساختار اقتصادی کشور تولید محور نیست راندخاران هم میدانند آقای خامنه قدرت اینکه که جلو راندخاران رو بگیره نداره و ناتوانیش رو به مراتب اعلام کرده همیشه میگه کشش نیارید چون ما ابزاری برای کنترل راند و اقتصاد رانتی نداریم مدیرانی هم نداریم و اگر مدیران قابلی که در کشور وجود دارند و به کار بگیریم نظام را نمیخواهند حاضر به, به اصطلاح کسب موفقیت یا ایجاد برنامه های اقتصادی در کشور نیستند بنابراین رژیم کاملا ناتوان است هم ناتوان حتی ناتوان در سرکوب شما میبینید که این در سرکوب گسترده و غیر انسانی نهضت محسا یا انقلاب محسا دیدید که بسیار در حدود 65 درصد ریزش به اصطلاح خودی ها بود بسیجی ها بود سپاهی ها بود سپاه به اندازه بین مردم بدنام هست که نمیتواند این بدنامی را جبران کند ناتوان است و نمیتواند از سرکوب جلوگیری کند اگر از سرکوب جلوگیری کند رژیم سقوط خواهد کرد و همه اونها تمام اموال به باد برده و قارت شده مردم ایران را باید پس بدهند بنابراین سپاه هم ناتوان است که تصمیم بگیرد ما با یک سری از ناتوانی ها روبرو هستیم ناتوانی دولت در مبارزه با فساد ناتوانی دولت، حتی در سرکوب ناتوانی دولت در سیاست خارجی، ناتوانی دولت در رفع ها ناتوانی دولت در ایجاد یک سیستم نرمال با کشورهای خلیج فارس، ناتوانی دولت در صحنه بین‌المللی، ناتوانی دولت در مسائل اجتماعی، ناتوانی دولت در ایجاد یک دست یک سری مسائل ایدئولوژی که میدانید الان هم شدیدن در مورد حجاب مورد اختلاف شدید هست و در خیلی مسائل دیگر ناتوان هستند و این ناتوانی است که سرنوشت کشور را به این وضع رساندند که همه دانشجویان و نخبگان و فریختگان کشور با چنگ و دندان پا به فرار گذاشتند در همین کانادا زمانی که ما آمدیم که خب خیلی سالها پیشه اینقدر جمعیت نبود کوچ ایرانیان به خارج از کشور در تاریخ ایران از انقلاب استلاش یا شورش پنجا و هفت اتفاق افتاده است که در تاریخ ثبت شده است در همه جای دنیا در کانادا و آمریکا و اروپا که بگذریم در کشورهایی مثل گرجستان و ارمنستان و امارات عربی متحده ترکیه در همه جا ایرانیان موج میزنند موج ایرانیان فراری و اینکه زن و زندگی و آزادیشون رو در گرو گرفتن در ایران همه فرار کردن الان در همه جا مشهود است پس بنابراین ما با موجی از ناتوانی ها در همه صحنه های اجتماعی اقتصادی و سیاسی روبرو هستیم ناتوانی ها فقط مخصوص رژیم دیکتاتور و مستبد اسلامی نیست اصلاح طلبان درون نظام هم ناتوانند که تصمیم گیرنده باشند اصلاحاتشان برباد رفته و رهبر ایران و دیگران آنها را زلیل و تحقیر کردند و مردم ایران هم دیگه این مسائل اصلاح طلبی را نمی پذیرند این ما معتقدند که رژیم اصلاح شدنی نیست چون در ساختار آن اصلاحات نه پیش بینی شده بلکه استبداد و دیکتاتوری زمین ساز همه قوانینی است که در جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است شما حساب بکنید که یک نفر ولایت مطلقه حکم مطلقه در هیچ جای تاریخ چنان چیزی نبوده است جز اوائل به تاریخ مرد مردم دنیا که دیکتاتورهایی پیدا می شدن قبیله هایی داشتن رئیس قبیله بود و دیگران جز این چیزها هیچ جا در تاریخ جهان در یک کشور نمی بینید که یک نفر بتواند تمام کارهای قانون را حکم حکومتی بدهد مجلس نماینده اون باشن فلان باشند امکان ندارد همچین چیزی این رژیم قابل اصلاح نیست خودشان هم میدانند تا میدونند که اگر قابل اصلاح نیست یعنی باید بروند و این رفتن بسیار بسیار خونبار و سنگین, سنگین خواهد بود تمام اقتصاد ایران که دوچار بحران هست دوچار تاریکی مز خواهد شد امکاناتشان را که دزدیدند و غارت کردند و از طریق راندخاری گرفتند باید به ملت شریف ایران پس بدهند و این کاری است که کسی نمیتونه به این راحتی تصمیم بگیره و ناتوانند از تصمیم آن در آخرین صحبتی که رهبر ایران کرده چهار تا مسئله رو خط قرمز اعلام کرده یکی هجاب، چون میگه این آینه تمام نمای اسلامی بودن است و بقیه مسائل حق و عدالت و مسائل دیگه ایدولوژی ما از بین رفته است همه راندخار و اختلاسگر و دزد و بسترا ناکار آمد در آمدند اینها میخواین جلو ویترین را که بتواند اسلامی بودنشان را نشان دهد حفظ کنند و به همین خاطر علا رقم این که در اسلام الزام به هجاب الزام به مسائل دینی به عنوان لا اکراه دین انجام است ولی اصرار برای این دارند چون اگر این نما هم از بین برود یک تشکیلات که از خود توهی شده است ماندگار نخواهد بود اپوزیسیون خارج از کشور هم ناتوانند اپوزیسیون خارج از کشور که انصافا بعد از اینکه مردم شریف ایران ایرانیان خارج از کشور در همین کانادا پنجاه هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند. این میزان تظاهرات در تاریخ کانادا کم نظیر یا کلن بی نظیر است ست هزار نفر در اروپا صد هزار نفر در لس آنجلس تحسن های مختلف در واشنگتن در کاخ سفید همه اینها آنچه که مردم از دستشان می آمد انجام دادند ولی متاسفانه اپوزیسیون نتوانست که پیوستگی خود را به هم اعلام کند ما صحبت از اتحاد نمی کنیم صحبت از پیوستگی می کنیم باید به هم بپیوندند ولی لزوما متحد نیستند برای که از گروه های مختلف با انگیزه های مختلف با منافع مختلف هستند اشکال نداره ولی میتونیم به هم پیوسته باشیم در مسائل پیش رو متاسفانه در آخرین پیوستگی که همون منشور محسا بود دیدید که ناگهان دل جهان را و دل ایرانیان رو خالی کردند از اتحادی که از ببخشید از همبستگی که ما نظر داشتیم و من شخصا ارز میکنم که اپوزیسیون هم ناتوان است اپوزیسیون هم ناتوان از به هم پیوستگی است حتی درون اون احزاب هم ناتوانند از اتحاد بین خودشان حتی احزاب جمهوری خواه، احزاب پادشاهی خواه، احزاب مشروط خواه، احزاب که دنبال فدراتیوه و یا خود مختاری هستند اونها هم ناتوان از اتحاد هم بستگی هستند پس بس در ایران اینکه این رژیم چنان به سر مردم مسلط است که تمام دانشجویان جوان هم میخواهند فرار کنند و جایی برای اقتصاد ایران نیست چون هرچی هم سرمایه به عنوان رانت و غیر میگیرند سر از آمریکا و کانادا و اروپا در میآورد و ایران از نظر توسعه توسعه اقتصادی و غیره توهی و خالی و خالی تر خواهد شد و این در حقیقت ناتوانی هاست که ایجاد ناتوان بودن تغییر رژیم رو میکنه و متاسفانه هیچ کدام از این تشکیلاتی که عرض کردم نه دولتی ها و نه مذهبی ها و نه حزب ها و نه اصلاح طلب ها و نه اصولگراها و نه اپوزیسیان داخل و خارج از کشور موفق به همبستگی نشدند و ناتوانی خود را در همه عرصه اعلام کردند و این است که مردم فکر می کنند که این کارها نشدنی است با امید روزی دیگر که این ناتوانی ها تبدیل به همبستگی و توانایی بالفعل و بالقوه شود و مملکت ما از این رژیم خودکامه گذر و به کسب آزادی های مشروط در همه کشورهای مانند همه کشورهای جهان برسد به امید پیروزی زن زندگی آزادی چشم دل باز کن که جان بینی آن چه آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آن شب بینی دلت همان خواهد وانچه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی